سلام دوستان و همراهان گرامی، شما را به رویدادهای ورزشی از شبکه اسپورت ایونز خوش آمدید میگویم. سرخط خبرهای امروز: انفجار مربی در پی اس جی در راه است. بنابر ادعای آر ام سی، زین الدین زیدان سرمربی بعدی پاریس سن ژرمن خواهد بود. به نظر می رسد که تمام راه ها به این منجر می شود که زین الدین زیدان سرمربی بعدی پاریس سن ژرمن باشد. مارکا پیش از این مدعی شده بود که مرد فرانسوی برای کنترل رختکن پی اس جی فردی فوق العاده مناسبی محسوب می شود و می تواند جویای بسیار خوبی در این تیم ایجاد کند. از طرف دیگر سرمربی فعلی پاریس سن ژرمن یعنی پوچتینیو نیز از حضور در این تیم خوشحال به نظر نمی رسد و همین چندین پیش اخبار پیرامون علاقه او برای ترک این تیم و قبول هدایت منچستر یونایتد وجود داشت. حقیقت این است که سایه زیدان روی سر پاریس سن ژرمن وجود دارد و به نظر می رسد نهایتا این مرد فرانسوی هدایت این تیم را بر عهده خواهد گرفت. ژاوی: آنسو فاتی به بازی برابر ریال مادرید می رسد. ژاوی هرناندز سرمربی بارسلونا اعلام کرد که آنسو فاتی می تواند در بازی سوپرکاپ برابر ریال مادرید این تیم را همراهی کند. ممفیس دیپای و آنسو فاتی به دلیل مصدومیت قادر به همراهی این تیم در هفته های گذشته نبودند و خداحافظی سرخیو آگویرو از دنیای فوتبال به دلیل مشکل قلبی کار را برای ژاوی و بارسا بسیار دشوار کرده بود. با این حال به نظر می رسد که شرایط رو به بهبود است و آنسو فاتی به زودی می تواند بار دیگر در ترکیب بارسا به میدان برود. آرتیتا: در پنجره زمستانی به دنبال جذب هافک هستیم. مایکل آرتیتا سرمربی آرسنال تایید کرد که تیمش در خط میانی با کمبود گزینه روبروست و در نظر دارد هافکی را به خدمت بگیرد. آرتیتا درباره گزینه هایی که در خط حمله دارد نیز اظهار داشت: ما موقعیت خاصی داریم چون در حال حاضر سه بازیکن با سه معزل متفاوت در تیم هستند. ما باید با این موضوع کنار بیاییم و تا به حال بازیکنانی در این تیم داشتیم که تعهد بسیاری از خود نشان دادند. کونته: درهای تاتنهام بروی اریکسن باز است. آنتونیو کونته سرمربی تاتنهام میگوید از اینکه کریستین اریکسن در حال بازگشت به میادین است خوشحال شده است. اریکسن پس از حادثه تراژیکی که در یورو 2020 برایش رخ داد در حالا آمده است بار دیگر به زمین برگردد. این بازیکن تیم ملی دانمارک چند روز قبل قرارداد را با اینتر فسخ کرده و حالا به دنبال باشگاه جدیدی است تا بتواند به آرزویش برای حضور در جام جهانی 2022 قطر برسد. آنتونیو کونته در کنفرانس خبری پیش از دیدار برابر مورکام در دور سوم جام حذفی انگلیس در پاسخ به سوال درباره اریکسن گفت: من اخیراً با او حرف نزدم. مطمئناً دیدن دوباره او در زمین بسیار خوب است. این که ببینیم او بار دیگر به توپ ضربه میزند. ما درباره بازیکن مهم و خصوصاً مرد بسیار درجه یک حرف میزنیم. مشتری جدید برای ستاره بارسا: رقابت سیتی با لیورپول. باشگاه منچستر سیتی به جمع باشگاه‌های اضافه شده که قصد دارد برای جذب گاوی ستاره جوان بارسلونا اقدام کنند. تقریبا همه از شرایط مالی دشوار بارسلونا و نیاز این باشگاه به پول خبر دارند. این تیم نیاز به فروش بازیکنانش دارد تا بتواند قراردادهای بازیکنان جدیدی که به خدمت میگیرد را به ثبت برساند. آنها در حال حاضر با فران توریس مهاجم سابق منچستر سیتی قراردادی را امضا کردند، اما به دلیل عبور از محدودیت پرداخت دستمزد تعیین شده از سوی لالیگا قادر به ثبت این قرارداد و استفاده از این بازیکن در دیدارهای پیشرو نیستند. با این حال در روزهای اخیر گفته شده بود که گاوی قصد دارد به زودی قراردادش را با بارسا تمدید کند. هرچند گاوی در کنفرانس خبری روز گذشته مدعی شد که این باشگاه باید پیش از ارائه پیشنهاد جدید به گاوی و دیگر ستاره های تیم شرایط مالی خود را بررسی کند. اطمینان سیتی از تمدید قرارداد با ستاره انگلیسی: مدیران منچستر سیتی اطمینان دارند که رحیم استرلینگ مهاجم این تیم به زودی قراردادش را با این باشگاه تمدید میکند. این ملی پوش انگلیس همچنان قصد دارد چند هفته صبر کند تا مشخص شود که آیا فرصت بازی قابل قبولی در دیدارهای پیش رو به او داده خواهد شد یا خیر.
آرسنال در بازی جام حذفی یکشنبه مقابل ناتینگهام فارست به عنوان بخشی از کمپاین نو مورد در کنار آدیداس برای افزایش آگاهی در مورد چاقوکشی و خشونت جوانان لباس تمام سفید خواهد پوشید. توپچه ها زمانی که در دور سوم در سیتی گراند به مساف فارس بروند قرمز نمادین را از کت خود حذف خواهند کرد. این کت ها برای خرید تجاری در دسترس نخواهد بود و در عوض توسط باشگاه به با افراد اعطا می شود که تاثیر مثبتی بر جامعه داشته باشند. در سال 2021 30 نوجوان در لندن کشته شدند که از این 30 نفر 27 نفر قربانی ضربات چاقو بودند. سه نامزد نهایی جایزه بهترین بازیکن مرد فیفا عبارتند از رابرت لوواندوفسکی، لیونل مسی و محمد صلاح. روبرت لوواندوفسکی، لیونل مسی و محمد صلاح به عنوان سه نامزد نهایی جایزه بهترین بازیکن مرد فیفا معرفی شدند. این سه نفر هجومی در فهرست نهایی در یافت جایزه در ماه نوامبر قرار گرفتند که کریستیانو رونالدو، کیلیان امپاپه، نیمار، ارلینگ هالند، کوین دی بروین، کریم بنزما، جورجینیو و انگلو کونته نیز حضور داشتند. لواندوفسکی، میسیز و سالا نامزدهای نهایی هستند که پس از رایگیری عمومی در 10 دسامبر به پایان رسید. جنیفر هرموسو، سامکر و الکسیا پوتیلاس نامزدهای نهایی جایزه زنان در سال 2021 هستند. با تایید کنته دوری 3 هفته ای سون از میادین. آنتونیو کنته سرمربی تاتنهام تایید کرد که هیونگ مینگ سون 3 هفته قادر به همراهی این تیم نخواهد بود. سون در جریان بازی رفت مرحله نیمه نهایی جام اتحادیه انگلیس که روز چهارشنبه برابر چلسی برگزار شد و با شکست تاتنهام همراه بود دچار مصدومیت شد. آزمایش هایی که روی پای این بازیکن انجام شده نشان می دهد که او احتمالاً تا پایان ماه جنوری قادر نخواهد بود به میادین برگردد. یونایتد به پوگبا پیشنهاد 500 هزار پوندی نداده. پل پوگبا هافک منچستر یونایتد اخبار مربوط به ارائه پیشنهاد هنگفتی از سوی این باشگاه را تکذیب کرد.